در این ویدیو جهت رعایت انصاف سعی شده است از هر دو جناه مخالف و موافق استفاده شود الغانیان مردی که معروف بود میتواند ایران را با ثروتش بخرد در دادگاه به همکاری با سهیونیسم بیرالملل و کمک های مادی کلان به اسرائیل جهت سرکوبی مبارزان فلسطینی متهم بود و علا آنکه این اتهامات را به شدت رد می کرد اما مدارک موجود در پرونده او که پیش از انقلاب اسلامی از طریق ساواک تهیه شده بود نشان دهنده این واقعیت بود که الغانیان نه تنها به اسرائیل به طور مستقیم و غیر مستقیم کمک مالی می کرد بلکه بر اساس مدارک فاش شده از سرمایهداران کلیم ایران به طور جدی میخواست در اسرائیل سرمایه گذاری کنند وی برای اینکه رفت آمدهای خود به سرزمین های اشغالی را نیز موجه نشان دهد گفته بود تا کنون فقط شش الا هفت بار به اسرائیل آنم به خاطر معالجه چشم سفر کرده و در آخر گفته بود اگر یک متر از زمین های خریداری شده از سوی من را در اسرائیل پیدا کردید همین الان دست های مرا قطع کنید و شب هم مرا تیرباران کنید البته باز هم میگویم اگر به امضای خودم باشد لطفا قبل از ادامه کلیپ مرا لایک و سابسکرایب کنید شاید اگر پلاسکو ریزش نمی کرد و چنین فاجعه ای نمی آفرید شاید هرگز لازم نبود سخنی از سازندش و نام حبیبالله الگانیان الغانیان به میان آید پلاسکو را سال 1962 حبیب الغانیان پدربزرگ شهرزاد الغانیان سرمایهدار یهودی ساخت او 9 می 1979 در همان نخستین ماه های استقرار حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد اعدام او جامعه یهودیان ایران را در بحت و حیرت فرو برد و در واقع یکی از دلایلی بود که ده هزار یهودی در سالهای بعد ایران را ترک کردند شهرزاد نوه الگانیان هیچ خاطری از ساختمان پلاسکو ندارد خانواده او ایران را در سال 1979 یعنی وقتی شهرزاد پنج ساله بود ترک کردند با این حال تأکید می کند که ساختمان برای خانواده او از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بود همین که ساختمان آنجا بود یعنی میراسی از ما مانده بود نمادی که هنوز آنجا حاضر بود حبیب القانیان یکی از مشهورترین صاحبان صنایع در ایران بود او از خانواده یهودی میآمد که قدمتشان به سال 586 قبل از میلاد میرسید تا چند سال پیش از انقلاب اسلامی جمعیت یهودیان ایران بین 80 تا 100 هزار نفر بود القانیان در سال 1912 یعنی 1291 شمسی در خانواده با 8 فرزند شامل 7 برادر و یک خواهر متولد شد او به همراه برادران خود در سال 1936 شرکت سهامی اولگا را تأسیس کردند شرکتی که از آمریکا و سوئیس کالا به ایران وارد می کرد. در سال 1948 برادران الگانیان سرمایه خود را در صنعت پلاستیک سازی به کار بردند و شرکت پلاسکوکار را تأسیس کردند بعدها نام ساختمان پلاسکو را از روی نام این شرکت گذاشتند با اینکه نوه الغانیان تا کنون موفق نشده است مدارک و اسناد چندانی در مورد ساختمان پلاسکو پیدا کند ولی این را یقین میداند کسی که اولین بار ایده ساخت برجی در تهران را مطرح کرده بود نورالله الغانیان بود یکی از برادران حبیب که همیشه مقیم نیویورک بوده و همانجا هم درگذشته است به گفته شهرزاد الغانیان نورالله در نیویورک روی پروژه های عمرانی و سازندگی کار میکرد و میخواست ساختمانی مرتفع شامل یک مرکز خرید و دفاتر اداری در ایران بسازد از میان هفت برادر حبیب بیش از همه به ایران دلبستگی داشت و ترجیح میداد بیشتر اوقاتش را در ایران بگذراند از میان برادرها حبیب در ایران از همه شناخته تر شده بود او را رهبر جامعه یهودیان ایران میدانستند حبیب به میراث یهودی ایران دلبستگی عمیقی داشت. شهرزاد میگوید گوید می یهودیان سالهای سال در ایران به حیات خود ادامه دادند و بنابراین برایش مهم بود که سنتها را حفظ کند و در این حال خیلی خیلی زیاد ایرانی بود می توانست هر جا دلش می خواست برود ولی تصمیم گرفت در ایران بماند خانواده نیز برایش اهمیت داشت با اینکه پدر شهرزاد کارمل در ایران بزرگ در آمریکا بزرگ شده بود شهرزاد به یاد می آورد که پدرش همیشه از کار با حبیب و اوقاتی را که پس از اتمام دانشگاه با هم در تهران گذراندند حرف میزد. زد الغانیان با اشاره به مغازه های وابسته به شرکت پلاسکو در شهر می گوید پدرم می گفت پدرش درس های زیادی درباره تجارت به او یاد داده است پدر بزرگم بعضی وقتها می آمد دنبالش و میرفتم با هم نهار می خوردند. خیلی آن لحظات را دوست داشت و برایش مهم بودند ساختمان پلاسکو به یکی از ساختمان های متفاوت و خاص تهران و نیز به نمادی از رشد و توسعه شهر بدل شد شهرزاد میگوید همه میخواستم بروند آنجا بیویژه برای یهودیان اهمیت خاصی داشت خیلی به آن افتخار می کردند. البته اینطور هم نبود که همه با ساختمان پلاسکو رابطه خوبی داشته باشند وقتی پلاسکو ساخته شد الگانیان از جانب پرنفوذترین روحانیون ایران آماج حملات قرار گرفت در سال 1962 به فاصله کمی پس از ساخت پلاسکو آیت الله محمود طالقانی اظهار داشت که پلاسکو را نه مسلمان ها که یهودیان ساختند در آن سالها ایران با اسرائیل هم روابط دیپلماتیک داشت و هم همکاری های اقتصادی و نظامی میکرد. الگانیان خود هم در پروژه های تجاری فعالیت داشت و هم در کارهای خیریه شرکت میکرد. برج شیمشون که بخشی از ساختمان بورس اسرائیل در شهر رمتگن است توسط الگانیان ساخته شده است. پروژه ساخت این برج در سال 1968 به پایان رسید. او در تحسیس یک مهد کودک و بیمارستان نیز مشارکت کرد و خانه احمد قوام نخست وزیر سابق ایران را در تهران خرید و برای فعالیت های دیپلماتیک اسرائیل در اختیار این کشور گذاشت. آری لوین ایرانشناس و دیپلمات اسرائیلی که در سال 1930 در تهران متولد شد و در اوایل سالهای دهه 1970 از دیپلومات های اسرائیل در ایران بود الغانیان را از سالهای دهی 1960 می شناخت بیزنسمن مختدر و پرنفوزی بود که در واقع یک امپراتوری درست کرد به نظر من واقعا نماینده جامعه یهودیانی بود که در دوران پهلوی داشت از دل فضایی تنگ و محصور و زیر فشارها و آزارهای مختلف شکل می گرفت و رشد می کرد. لوین میگوید در آن سالها روابط میان ایران و اسرائیل روابط خوب و مثبتی بود حبیب و برادرهایش بیشتر میخواستند به ساخت و توسعه بیمارستانها و دیگر نهادهای رفاه عمومی کمک کنند هدف اصلی آنها این نبود که در بیزینس های کلان فعالیت کنند اما لوین به این نکته اشاره می کند که گرچه ایران و اسرائیل با هم روابط تجاری داشتند اما مقامات میدانستند که رابطه دو کشور موضوعی حساسیت برانگیز است شاه نمیخواست این رابطه را علنی کند با اینکه با هم روابط نزدیکی در امور نظامی و استراتژیک داشتند بخش عمده ای از آن علیه مصر و بعضی از دیگر کشورهای عربی بود روابط میان اسرائیل و مصر پس از جنگ سال 1973 تا حدی روبه تیرگی گذاشت لوین میگوید انور ساداد رئیس جمهوری مصر شاه را خیلی دوست داشت و در عین حال منتقد اسرائیل بود تنش ها و آشوب هایی هم در خیابان ها علیه اسرائیل دیده میشد البته حکومت به ما اطمینان داد که اجازه هیچ زاویه و اختلافی را به اسرائیل نخواهد داد روابط با اسرائیل تا رفتن شاه و آمدن آیت الله خمینی به قوت خود ادامه داشت در سال 1977 خانواده شهرزاد الغانیان دوباره به آمریکا بازگشتند در نوامبر سال 1978 حبیب الغانیان برای دیدار خانوادهش سفری به نیویورک کرد و این آخرین باری بود که نوش را دید در آن روزها ایران در فضای انقلابی بود و راه ها و اعتراضاتی پس از کشتار معترضان در ماجرای هفته شدی توسط نیروهای شاه در جریان بود. آنطور که الغانیان میگوید خانواده از حبیب میخواهد که فعلا در این اوضاع خطرناک به ایران بر نگردد. همه از او خواهش کردند بر نگردد. گفتند بهتر است فعلا صبر کنی تا اوضاع کمی بهتر شود چون هیچکس کس نمیداند قرار از چه اتفاقی بیفتد ولی هیچ کدام از این حرفها در او تأثیری نداشتند میخواست برگردد سر خانه و زندگی و کارش هم پسر بزرگش هنوز در تهران بود و هم نسبت به جامعه یهودی احساس مسئولیت میکرد میگفت اگر کسی در خطر باشد من که نباید خودم را جایی پنهان کنم و اجازه دهم ده هر بلایی سر آنها بیاید اگر شرایط خطرناک است من هم میروم تا در این شرایط در کنار مردمان باشم در 15 مارس 1979 تنها دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی الغانیان در یکی از ساختمان های تجاری خانواده یعنی ساختمان آلومینیوم در تهران بازداشت شد او را به زندان قصر میبرند و اجازه دیدار خانواده و حق داشتن وکیل را به او نمی اعضای خانواده تنها می از طریق کارکنان زندان یادداشت هایی را به حبیب برسانند به جز این هیچ راهی برای خبر گرفتن از حال او نداشتند روز هشت ماه می حبیب القانیان را به اتهام های مختلفی از جمله همکاری با رژیم تاقود جاسوسی به نفع دولت قاسب سهیونیستی اسرائیل و دوستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا در دادگاهی که بیش از 20 دقیقه طول نکشید محاکمه کردند در دادگاه الغانیان تقاضای اف و بخشش می کند و موضعی منفی علیه شاه و اسرائیل می گیرد. در آن سالها شکنجه های فیزیکی در زندان های ایران امر شایع بود و صدها زندانی را به ضرب شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود میکردند. شهرزاد الغانیان می گوید هیچ اطلاعاتی درباره آنچه بر پدر بزرگش در زندان گذشته در اختیار ندارد. ولی تصدیق می کند که احتمالا برای این که طلب اف او را شکنجه کرده باشند روز بعد او را تیر باران کردند تصویر از پیکر خونین او در روزنامه ایران چاپ شد اعدام الغانیان در مهاجرت گسترده یهودیان ایران تأثیر بسیار زیادی داشت پسر ارشد الغانیان فریدون و خانوادهش نیز در میان این مهاجرین بودند اعدام الغانیان به صدر اخبار اسرائیل نیز درآمد لوین میگوید ظاهرا خمینی میخواست ضربه شست خود را به مردم نشان بدهد و آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد الغانیان نمادی بود از موفقیت یهودیها و الگویی شده بود برای پیشرفت اقتصادی به گفته لوین با اینکه در دوران انقلاب تاجرها و سرمایهداران غیر یهودی نیز مورد حملات و آزار و اذیت‌های انقلابیون قرار گرفتند اعدام الغانیان به دلیل پیش زمینه نژادی او تأثیر خاصی از خود به جای گذاشت زمانی نگذشت که تنها چیزی که از خانواده الغانیان در ایران باقی ماند ساختمان بود گویی ساختمان ها از دورانی بودند که با اقلیت های مذهبی با تساهل و رواداری بیشتری برخوردار می شد. به روایتی دیگر حاج حبیب صدایش میزدند، اما نه مسلمان بود نه مکه رفته بود. سرمایهداری یهودی بود که به رسم یهودیان بعد از سفرش به بیت المقدس حاجی صدایش میکردند حاجبی به الغانیان بود که اولین پاساژها و برجهای تهران را ساخت و مرکزیت تجاری تهران را از بازار به مناطق شمالیتر منتقل کرد ساختمان های پلاسکو و آلومینیوم یادگار اوست که هنوز در خیابان جمهوری و چهارراه اسلامبول استوار ایستادهاند او و برادرانش اولین کارخانه پلاستیک و ملامینسازی را در ایران در اوایل دهه 1340 زمانی ساختن که هیچ کس فکر نمیکرد پلاستیک راهکاری برای توسعه صادرات غیر نفتی ایران باشد و پنجاه سال بعد چنین بین مردم رایج شود و بنیانگذارانش را به یکی از ثروتمندترین مردان خاورمیانه میانه بدل کند الغانیان اندکی بعد کارخانجات آلومینیوم سازی و محصولات خانگی جنرال استیل را تأسیس کرد و در مدتی کوتاه به یک کلان سرمایه دار بدل شد. یهودیان در طول تاریخ ایران را همچون سرزمینی موعود می دانستند. کوروش پادشاه ایرانی از محبوب ترین اسطوره های یهودیان است و بارها در متون مقدس یهود مورد تحسین قرار گرفته است. یهودیان بابل که پس از تسخیر بیت المقدس و ویرانی آن به وسیله بخت و نصر اسیر و به بابل آورده شده بود پیوسته در انتظار نجات دهندهی بودند تا قیام کند. و آنان را به سرزمین دیرین پدریشان بازگرداند و این آرمان با ظهور کوروش به منسه ظهور رسید کوروش آنان را نجات داد و به ایشان پناه و جایگاه داد و با دختری از ایشان عقد ازدواج بست در تورات او را مسیح نام بردند و آمده است من دست راست مسیح خود کوروش را گرفتم تا به وسیله وی امت را مغلوب سازم قصرهای پادشاهان را بگشایم و درها را به روی او باز کنم یهودیان ایران پس از اسلام نیز تحت لوای اسلام به حیات خود ادامه دادند اما در قتل عام گسترده در طول تاریخ به خصوص پس از حمله مقلان همچون دیگر مردم این سرزمین به انزوا رانده شدند ولی با وجود تعداد اندک همچنان خود را حفظ کردند در دوران صفویه وجود یهودیان محدود به مناطق گتوها میشد. در آن دوران و پس از آن در دوره زندیه و قاجارها یهودیان و سایر اقلیت ها در محدودیت قرار داشتند در دوران پهلوی یهودیان از انزوای گتوها خارج شدند و در سیاست های سهلگیرانه مذهبی محمد رضا پهلوی به ثروت و قدرت رسیدند طی جنگ جهانی دوم نیز تعداد زیادی از یهودیان لهستانی از طریق اتحاد جماهیر شوروی به خاک ایران پناه آوردند و در این سرزمین ساکن شدند الگانیان از کلمه القانا نام پدر شموئیل نبی مشتق می شود حنا مادر شموئیل خداوندگار را برای تاله خوبی که برای فرزندش در نظر گرفته بود سپاس گذاشت اوست که بلند می کند بیچگارارگان را از خاک مزلت و گدایان را از مزبله ها تا با شاهزادگان همدم شوند حبیب القانیان در سال 1291 خورشیدی در محله ادلاجان تهران در خانواده یهودی چشم جهان گشود پدرش حاج بابایی در دکانی, دکانی, در محله ادلاجان خیاط بود و مادرش از خانواده سرشناس الگانیان حاج حبیب پس از پایان مدرسه آلیانس با سمت مدیریت هتلی که داییش حاج عزیز الغانیان در خیابان فردوسی داشت کار خود را شروع کرد و پس از چندی اداره امور مقاضه انصاف در خیابان لالزار را که متعلق به یکی دیگر از اقوامش بود بر عهده گرفت در سال 1316 خورشیدی تجارت ای را در سرای حاج اسماعیل بازار با شراکت برادرانش تأسیس کرد و اقدام به واردات ساعت پارچه رادیو ماشین خیاطی چینیالات و دیگر کالاهای ضروری از اروپا و آمریکا کرد و در سال 1328 با دختر یکی دیگر از دایی‌های خود حاج میرزا آقا الغانیان به نام نیکا یا ماه سلطان پیوند زناشویی بست یادگار این ازدواج سه پسر و یک دختر بود ستاره اقبال برادران الگانیان پس از جنگ جهانی دوم طلوع کرد هنگامی که آنان با خرید مازاد لباس های ارتش متفقین و فروش آن به ثروتی انبوه دست یافتند در همان سالها یکی از برادران الگانیان به نام سیون سفری به آمریکا داشت و همین آغاز تحول تجارت الگانیان بود او که در این سفر صنعت پلاستیک را کشف کرده بود برادرانش را متقاعد کرد که برای تولید پلاستیک در ایران کارخانه احداث کنند حاج حبیب اغلب شانه پلاستیکی را در جیب خود داشت تا یادآوری باشد که ثروت خود را از کجا آغاز کرده است سیون همچنین در این سفر دریافت آمریکایی ها مقدار عظیمی لباس را به کشورهای جنگ زده اهدا می کنند او با خرید این لباس ها و صادرات آنها به ایران توانه سود کلانی را نصیب خود و برادرانش سازد جنگ به کمبود جدی امواه کالا منجر شده بود و الغانیان هر کالایی را که سود داشت میخریدند و در بازار میفروختند یهودیان به خوبی میدانند چگونه باید از هر موقعیتی استفاده کنند و به همین دلیل در طول سالهای جنگ اکثرشان به ثروتهای قابل توجهی دست یافتند آنها میدانستند که همه چیز از سوزن گرفته تا کشتی جنگی مورد نیاز بازار آن روز هاست و از طرفی عده زیادی از آنها رونق بازار ملک را درک کرده و از این را ثروت فراوانی به دست آورده بودند الغانیان ها نیز در این راه فعالیت چشمگیری داشتند از دیگر فعالیت های تجاری الغانیان شرکت در امر ساختمان سازی بود ساختمان پلاسکو به عنوان اولین بنای بلند تجاری در 16 طبقه با اسکلت فلزی آسانسور و تاسیسات تهویه مطبوع در مرکز تهران چهارراه اسلامبول طی سالهای 1329 تا 1341 خرشی خورشیدی توسط مهندسان اسرائیلی طراحی و ساخته شد ساختمان آلومینیوم سومین بنای بلند تجاری در تهران در دوازده طبقه با نمای منحصر به فرد آلومینیوم و شیشه در خیابان شاه بنا شد که دارای دو آسانسور نیز بود ظهور این بناها با فروشگاه ها و رستونان های پرزرق و برق آغاز دورانی جدید در مدرنیته ایرانی بود پایانی بر خورد فروشی و توزیع در کشور نماد دوران تجمل و گذار از دوران سنت به مدرنیته عبور از حجره ها و دالان های تاریک به فروشگاه ها و پاساژهای های رنگارنگ ساختمان پلاسکو یک نماد بود نماد آغاز دوران زرق و برق الغانیان پس از سال 1350 برج های آلومینیوم و پلاسکو را به حجبر یزدانی واگذار کرد او می گفت چون حاضر به همراهی با تشکیلات بهایی به رهبری ثابت پاسال نشده بود مورد خشم و غضب آنها قرار گرفت و ساختمان پلاسکو را هم این عده به ضرب چوب و چماق و با ارعاب و تهدید از دست او درآوردند الغانیان علاوه بر کارهای برج سازی چندین پاساژ و ساختمان تجاری را هم در گوشه و تهران گوشه و کنار تهران بنا کرد همچنین با شراکت برادرانش در اسرائیل در امر برج سازی سرمایه گذاری کرد در سال 1348 ساختمان تجاری در 23 طبقه با نام شیمشون را به اتمام رساند ناگفته نماند الغانیان در بسیاری از مواقع هنگام ساخت یا نوسازی کنیسا مسجد بیمارستان مدرسه و دیگر کارهای آمول منفعه با دادن کمک های مادی قابل توجه نام خود را در لیست افراد خیراندیش به ثبت میرساند هنگامی که بیمارستان سپیر به واسطه پوسیدگی لوله‌های آب دوچار مشکل شده بود و نیاز فوری به ترمیم و نوسازی داشت و همچنین جهت توسعه و ایجاد بخش های جدید بیمارستان و مدرنیزه کردن بخش های قدیمی نیاز به کمک مالی داشت الغانیان شخصا تامین بودجه لازمه اقدام کرد در اوایل دهه 1140 لرزشی مهیب در رهبری جامعه یهودیان ایران رخ داد مراد اریه رهبر جامعه کلیمیان ایران و نماینده مجلس با دخالت آشکار سفارت اسرائیل و حمایت دربار پهلوی از کرسی مجلس کنار گذاشته و مجبور به کنارگیری از سمت خود به عنوان رهبر کلیمیان ایران شد تا آن زمان اریه اجازه دخالت اسرائیل در امور داخلی یهودیان ایران را نمیداد. در انتخابات مجلس 21 جمشید کشفی به جای مراد اریه به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و پس از کنارگیری اریه از ریاست انجمن کلیمیان با تجدید انتخابات در سال 1341 و با مراجعات زیاد معتمدین جامعه به الغانیان حاج حبیب به عضویت انجمن انتخاب شد و برای سالهای طولانی به ریاست انجمن کلیمیان تهران تکیه زد اعضای منتخب در اولین نشست وی را به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند و او طی 18 سال در مقام ریاست انجمن کلیمیان تهران کارهای مهمی انجام داد. تا پیش از سال 1340 هیچ یهودی وارد اتاق بازرگانی و اتاق صنایع ایران نشده بود اگرچه منی از طرف اتاق وجود نداشت اما رهبران کلیمیان مانع از پیوستن آنها به این مجامع می شدند در انتخابات سال 1339 هیچ یک از یهودیان صاحب کارت بازرگانی را تا آن موقع به عضویت اتاق بازرگانی نمی پذیرفتند در آن سال الگانیان 1700 کارت بازرگانی از 3260 کارت موجود در تهران را قبل از تجدید انتخابات اتاق بازرگانی خریداری کرده و با در دست داشتن این تعداد کارت بازرگانی در روز تجدید انتخابات و زیر نظارت خود حاج حبیب الگانیان نفر هفتم از بین پانزده نفر عضو اتاق بازرگانی شده و روانه اتاق بازرگانی شد. و برای اولین بار بود که یک بازرگان یهودی با حقوق مساوی عضو اتاق بازرگانی و عضو اتاق صنایع ایران شد و حافظ منافع بازرگانان دیداری با شاه معمول بود که عید نوروز دولت مردان کشوری و لشکری نمایندگان مجلسین روزنامهنگاران و نمایندگان دو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و غیره هم برای عرض تبریک به دربار می رفتند. در یکی از مراسم حاج حبیب که جزو اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود به خدمت شاه رسید محمد رضا با یکایک یک شرکت کنندگان دست داده و سکه هم عیدی می داد. وقتی به حاج حبیب رسید و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن او را معرفی کرد شاه از او پرسید محصول کارخانه یخچال شما چقدر است گفت فلان مقدار پس شاه گفت چرا آن را توسعه نمی دهید اقدام کنید که حجم محصول کارخانه علاوه بر تأمین احتیاجات داخلی به اندازه باشد که برای صادرات به خارج از کشور هم بفرستید ها با استفاده از این فرصت برای تکمیل و ازدیاد محصول کارخانه مبلغ 500 هزار دلار اعتبار بانکی گرفت و پس از شش ماه کارخانه تکمیلی خریداری شده رسید و متخصصی هم از خارج برای سوار کردن ماشینالات آمد وقتی برای به راه انداختن آن احتیاج به نرو... نیروی برق داشت به وزارت آب و برق مراجعه کرد گفتن امکان برق دادن اضافی نداریم گفت دستور حضرت همایونی است اما باز هم توجهی به درخواستش نکردند تقاضای شرفیابی کرد شاه گفت فلان وقت به شیراز می روهم. آنجا می توانید با من تماس بگیرید روز مقرر به شیراز رفت و به شاه گفت بر حسب عوامر متاع شاهانه مبلغ بسیار زیادی سرمایه گذاری کردم و حالا که برای راه انداختن آن به اداره برق مراجعه کردم میگویند برق نداریم که به شما بدهیم و اگر میدانستم از همان اول سفارش دیزل برق هم میدادم در همانجا به وزیر آب و برق که حضور داشت گفت فورا احتیاجات برق این کارخانه را تأمین کنید در بازگشت به تهران این کار انجام شد و محصول کارخانه به اندازه رسید که به تمام شیخ نشین های خلیج فارس هم صادر می شود.